نشت خبرهای تازه از محموله نفتی ایران در نزدیکی آبهای ونزوئلا، همان محموله‌های توقیفی که مقام‌های ایران گردن نمی‌گرفتند. نه کشتی ایرانی بود، نه پرچم ایرانی بود، کل حرف دروغ بود. صاحب یونانی 4 کشتی حدود 1,200,000 بشکه سوختی را که ایران راهی ونزوئلا کرده بود دو دستی تقدیم آمریکا کرد. آمریکایی‌ها محموله سوخت را توقیف کردند و نه کشتی‌ها را. ارزش این محموله 40,000,000 دلار تخمین زده شده. وزارت خارجه آمریکا گفته این مبلغ میتواند به حمایت مالی از قربانیان ترور اختصاص یابد. این عملیات با تلاش برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران انجام شده و محموله ها داوطلبانه در دو مرحله و در دو نقطه مختلف به آمریکا تحویل داده شدند. اما این محموله ها چگونه توقیف شدند؟ خرداد ماه خبر رسید که دو کشتی در مسیر رساندن محموله سوخت دیگری به ونزوئلا هستند. پیش از آن 5 نفتکش به ونزوئلا رسیده بودند. دو کشتی اما در نیمه راه از مسیر رادار خارج شدند و به مقصد نرسیدند. کشتی ها متعلق به یک شرکت یونانی بودند و مالکشان جورجیو گیازوگلو، کاپیتان قدیمی و متنفذ یونانی. خبرهای غیر رسمی حاکی از آن بود که دو کشتی با تهدید آمریکا از نیمه راه برگشتند. این بار ایران محموله های سوخت را با 4 نفتکش بلا، برینگ، لونا و پاندی راهی ونزوئلا کرد. کشتی های یونانی که با پرچم لیبریا حرکت می کردند. از بنادر امارات و از مسیر کانال سوئز و اقیانوس اطلس به سوی ونزوئلا. محموله هایی که هرگز به مقصد نرسید. با انتشار خبر توقیف محموله ها مقام‌های ایران تکذیب کردند، اما تحقیق درباره شرکتی که مسئول حمل بار نفتکش ها بوده نشان می‌دهد تا چه حد سخنان مقام‌های ایران صحت دارد. این حمل و نقل را فردی به نام محمود مدنی پور، تاجر فعال در حوزه گاز و نفت، از طرف شرکتی به نام موبین اینترنشنال انجام داده. در دعوایی مطرح شده در دادگستری واشنگتن، مدنی پور فردی وابسته به سپاه پاسداران معرفی شده. موبین اینترنشنال خود را شرکتی اماراتی معرفی کرده، اما این شرکت 2 سال پیش نامش را عوض کرده و پیش از آن با عنوان راهبران پتروموبین در کیش فعالیت می‌کرده. یک منبع موثق گفته موبین اینترنشنال از حساب‌های بانکی مرتبط با سپاه پاسداران برای معاملات خود استفاده می‌کند. مدنی پور همزمان با شرکت ملی نفت و سپاه پاسداران همکاری کرده و سعی کرده رد پای سپاه را در معاملات پنهان کند. برای مثال در بهار 2017 مدنی پور با همکارش مکاتبه‌ای درباره فروش نفت خام به شرکتی در چین داشته. همکارش از طرف شرکت چینی می‌پرسد آنها نگران تحریم‌ها هستند و می‌خواهند بدانند ما می‌توانیم منبع محموله را جایی غیر از ایران ثبت کنیم، برای مثال عمان که عضو اوپک نیست. مدنی پور پاسخ می‌دهد بله، منبع را عمان ثبت می‌کنیم. همکارش می‌پرسد آیا می‌شود پرداخت به کشور دیگری غیر از ایران انجام شود، مثلا عمان یا دبی؟ مدنی پور جواب می‌دهد ما می‌توانیم پول را در عمان، امارات، ترکیه، ایتالیا و آلمان دریافت کنیم. 4 کشتی بلا، برینگ، لونا و پاندی با شرکت موبین اینترنشنال قرارداد دارند و در این قرارداد موبین اینترنشنال شرکت امواج دریاها را به عنوان کارگزار خود انتخاب کرده. منابع موثق به دادگستری واشنگتن گفتند شرکت امواج دریاها با سپاه قدس پاسداران مرتبط است. محموله هایی که مقام های ایرانی وجودش را از اساس تکذیب می کنند بخشی از فعالیت سپاه پاسداران بودند که حالا آنطور که آمریکا می گوید در مسیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ مصادره شده. داستان برباد رفتن 1,200,000 بشکه سوخت ایران. مجتبی پورمحسن، ایران اینترنشنال.